بشه، سیاستی ما فروخته بشه، در پیش کشورها ما بیاب شده گیستیم. اردوی ما صلاحیت خاص خود نداره. پیش ما جوابگو کی هست؟ سلطان یار، عبدالله، عبدالله، اکبر، مرگ به پخم شیرا، مرگ به حامی طالب، مرگ به طالب. بغدادی به رئیس جمهور و کسی که چهار طرفی ارگ سمیتوی بلند بلاک کرده تا بطال دوزا را مشتاشت را خطاب میکنیم. خشم ملت نرزان، خشم ملت دولت و ملت رو دیگه شو تباه میکنم. او کاخی را که تو در داخل هستی وقتی ملت غضب شد تواهش را نداری که دوزا ما را مشتاشت باشی. در قسمت امنیت ما، در قسمت کشته شدگی های ما، در قسمت شهیدهای ما، در قسمت او خواهری که به مصد پنجره فرار کرد، در قسمت او خواهرش ما باز و خلوسته در با همه هر کشین آرمه به امرالای سالم ما بیم روانی کشور ما بیم زنی تو کجا بوده که در داخل قرار رفر از ما کشته شد. ما یه ملت کی را داره؟ کی به نالش میرسه؟ دایش ماره، طالب ماره، حکومت ماره، ما کجا بریم؟ نجیب وردک هستم، رئیس روند خط 3. طوری که تمام مردم افغانستان امروز شاهد یک درد بسیار بزرگ دارند و روز قبل افراد ملکی به خصوص محصلین عزیز ما به شهادت رسیدند، شما میبینین که یک بار دیگر دشمنان افغانستان بر خانه های ما نزدیک شده و قربانیش بیشتر افراد ملکی است. طوری که همه ما و شما شاهد کنفرانس امروزی و یا تظاهرات امروزی هستین، شب قبل ما جامعه مدنی و نهادهای بیطرف آمدیم و شمع روشن کردیم و فیصله کردیم که بر صبح ما یک نشست بیطرفانه و صدای مردم افغانستان را بلند میکنیم و همچنان ما قطعنامه خود داشتیم بر نشست دوحه. تعریف از نشست دوحه چی است؟ عقد افغان تیم او د طالبان و تیم چې پر دوحه کې د افغانستان د صلح په اړه باندې دوی ناستی او بحث ور باندې کوي، تا زمانه کې ما آتش بس اعلان نشه هیچ گاه ما نمیتونیم که بالاخره صلح مشروعیت خود پیدا بکنن. اگر طالبان میخواین که با فشار و کشتار مردم میتونه قدرت را بر دست بگیره، من مطمئن هستم که خواب به گور خود بردن و هیچ گاه مردم افغانستان تسلیم نمیشه. از طرف دیگه خواست ما از حکومتی است که هیئت مذاکره کننده افغانی را دوباره بر کابل بخواه و همچنان امریکا و متحدینش که رهبری صلح را دارن جدی صحبت بکنن. چرا ما 5000 زندانی را رها کردیم؟ به خاطر این بودن که ما خواستار صلح هستیم، نه خواستار جنگ. زمانی که از یک طرف مردم افغانستان زندانی را رها کردن و امروز دوباره مردم بیگناه در این جنگ کشته میشه، تعریف صلح نیست و این صلح یک صلح بی‌معناست و هیچ نتیجه نخواهد داشت. ما 5000 زندانی، 5000 قاتل، 5000 جنایتکار را بخشیدیم. کسانی که قاتل برادر، خواهر، مادر ما بودن بخشیدیم. به خاطر چی؟ به خاطر که اینی وضعیت را نداشته باشیم. ولی با وجود که ما 5000 زندانی را بخشیدیم، 5000 زندانی، 5000 قاتل ما را بخشیدیم، ولی باز ما به خاک خون کشیده میشیم. علت چیست؟ دولت باید پاسخگو باشه. یک مهاجم مسلح چگونه میتونه به داخل یک محیط اکادمیک راه پیدا بکنه؟ یک سوال خیلی ها عمده است. از این قدر چک پوینت هایی که در شهر کابل است چگونه تیر میشه؟ وقتی من داخل دانشگاه کابل میشم، چون محصلش نیستم اجازه ندارم. وقتی من دانش وارد دانشگاه کابل میشم، به طور مثال یک آقا پسر اجازه تیر کردن یک تا سیگریت را نداره، یک سیگریت را نمیتونه تیر بکنه، ولی تفنگ و مرمی را چگونه تیر کرده؟ تمام نیروهای امنیتی در این بخش باید پاسخگو باشن. بیاین یا کار بکنن یا اجازه بدن برای کسای دیگه که کار میکنن. شما آگاه به جریان هستید که دیروز افغانستان شاهد یک حادثه علمناک در داخل پانتون بود. ما به ایمان اساتید پانتون در کنار از این یک تعداد عزیزا و جوانای خود که در این حادثه از دست دادیم، واقعا جای در بلا افسانه است.
استاد اسماعیل مشعل است و استاد پنتون در رئیس اجماع نهادهای مدنی افغانستان. دقیق افغانستان نسبت به هر زمان دیگر با مشکلات و چالش های کلان اقتصادی، امنیتی و کلان فقر و بیچارگی دامن گیر است. این حادثه همو حادثه مانند کورس مرعود کوثر دانش و دقیق حادثه داخل پنتون کابل است. امروز با هم یک جای جمع شدیم نهادهای مدنی اساتید پنتون در این قسمت هم گدخویی داشته باشیم هم در کنار از این آقا قرارداد چه منگا در افغانستان او امریکا سره درو منگا خلق مدنی طولین اساتید پنتون آقا غارو چه باید لحظ است آقا قرارداد در افغانستان به نفع نباید باد لاغین افغانستان لول لول مشکلات رو امنیتی مشکلات اقتصادی مشکلات فقر زلالت بدبختی پر طول که منگا مخامد سیویو منگا دوت لرو دیتا چه در منگا امام در مسجد به مسجد که دهم ندار در منگا زوانان په کورس او په پانتور که در هم ندی منگا خلق په محیط و محل که په هم نیو در که وقتا در چه وقتا منگا دغه زلالت بدبختی او فقر بیچارگی سره منگا روبرویو ضرورت دیتا ده چه آقا قرارداد باید لغو سی دولت بانده خک کهو آقا تیم چه دوهی تا تلایی ده باید بیرت آقا دوهی را باید راسی کابل تا منگا آقا سول بکار نلرو چه منگا هر آراز لمنزه سو منگا آقا سول رد نلرو چه به دیر سولتونی که جنگ ده فقر ده بیچارگی ده زلالت ده منگا رس با ورز دلتا یتیم کیگو شهیدیگو او دلتا منگا غد چک ناو ده منگا دید ده غده یو چه باید قرارداد باید لغو سی یو چند تایی دید تیم باید بیرت کابل تا بوری سی منگا ده غسول نخورو چه هر آراز منگا یتیم سو بسیاری ترسناک بود و بسیار دهشت افغانانه بود واقعا وقتی که ما در او طرف در دانشگاه طبی کابل بودیم در طبقه 4 روز وقتی صدای انفجار شنیدیم همه پایین آمدیم بعد بسیار ترساور بود و برای از ما پرس برانگیز اینجا بود که یک نقطه‌ای که به شدت تقریبا امنیتی گفته میشه اینجا چندین تا تلاشی هست بعد داخل میشه بعد اینا چطور اینجا آمده اونجا پاسگاه تقریبا هست و روبرو هم کسا نیروهای امنیتی در اینجا هم که در این قسمت روبروی دانشگاه طبی هست دانشگاه مرکز اینجا هم نیروهای امنیتی از این لحاظ برای ما پرسش برانگیزه که این چطور آمده با این همه تجهیزات وارد شده و این همه نفر کشتن و جانش را گرفتن و واقعا وقتی ما دیدیم اون طرف دخترها و خصوصا خانم‌ها بسیار ترسیده بودن اون طرف در دانشگاه طبی کابل وقتی صدای شلیک را می‌شنیدند ولی یگانه جایی که ما امن فکر می‌کردیم وقتی که از خانه می‌آمدیم همینجا احساس امنیت می‌کردیم با آرامش تر درس می‌خوندیم و حالا با ما کاملا یک حس ناامیدی پیش آمده و واقعا بسیار ناامید شدیم از این که یک ساحه ملکی یک ساحه که اوجه دانشجویا به خاطر تحصیل علم درس میخوانه متاسفانه که مورد حمله قرار میگیره این نشانگر ایزی است که دشمنای افغانستان بسیار بسیار پست هستند و بسیار غیر انسانی حمله میکنند در یک جای غیر نظامی متاسفانه دیروز حوالی 11 بجه روز دوشنبه بار دیگر دشمنان این سرزمین دشمنان افغانستان دشمنان علم و دانش بار دیگر در دانشگاه کابل حمله کردند البته این حمله بی پیشینه بود کسی از جوانان عزیز وطن در اهم از خواهران و برادران را به خاک خون کشیدند ما در رویات حضور داشتیم آنچه که از چشم دید خود است بیان میکنم ما در بیرون لیلیه بودیم که یک دم صدای فیر بشنیم ما فکر کردیم شاید معصرین در میان خود درگیر شده باشند و زمانی که بیرون برآمدیم دیدیم که یکی از برادران را زده بودند با مرمی شهید شده بودند و یکی از برادران را دیدیم که از بازوی زخمی شده بودند و دیگه از خواهران را دیدیم که با خون رنگ آمیزی شده بودند و آنها را بعض از برادران نجات دادن از اون طرف و مدیر لیلیه به ما فرمان داد که شما خود را از لیلیه بکشید ما از سه سیمی خاردارها خود را بیرون از لیلیه کشیدیم واقعا حالتی بود که نمیتوان با زبان و قلم او را نوشت و یا گفت همون حالتی بود که گذشت حالت خطرناک و فاجعه باری که هیچ کس برغم کسی دیگری نبود خواهش ما از اون دولت مردان همین است بس خدار شما را به خدا یگانه قسم است بس کنید همین قدر که ملت را کشتید و گنده های ملت را کبت کردید بس است بیش از این ما از این ملت چیز دیگری نمیخواد از دولت فقط ما را بگذارن ما تعلیم خود را به